اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی ساز دف تهران فرهنگسرای بهمن به افتخار خودتون. دو سال ما همچین جمعیتی رو محروم شدیم از دیدنشون در سالن نمایش شهید آوینی و چه مبارک و میمون این دور هم جمع شدن همراه شده با بهترین اتفاق در تاریخ بشریت، یعنی ولادت با سعادت آقا رسول اکرم، پیامبر مهربانی، پیامبر شادی آفرین، پیامبر مهر و رحمت و آقا امام جعفر صادق علیه السلام. شاید در بین شما عزیزان اگر دقیق تر بگم قطعاً و ماها هستن خانواده هایی که در این دو سال گذشته به جهت این ویروس منحوس کرونا عزیزانشون رو از دست دادن. جای خیلی از این عزیزان در این جمع خالی هست. حتی همکاران عزیز من که در دو سال گذشته متاسفانه در مناطق مختلف سازمان فرهنگی شهرداری تهران علل خصوص در فرهنگسرای بهمن هم دچار این بیماری شدن و به رحمت خدا رفتن، اگر موافق هستیم در آغاز این برنامه به احترام این عزیزان همگی با هم یک دقیقه سکوت داشته باشیم. نکته مهمی که وجود داره این هست که هشتمین دوره جشنواره تکنوازی ساز دف در حال برگزاری هست، اختتامیش با زحمات هیئت محترم انتخاب، هیئت محترم داوران، عزیزانی که در ردیف جلویی که در سالن تشریف دارن، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بیش از 80% از درجه یک های ساز دف الان در سالن شهید آوینی ردیف اولش هستن. به افتخار این عزیزان احسن بین فهم و شنود هنری شما عزیزان که قدردان اساتید ارجمند هستید.
جلاجل به معنای واقعی در مت حضرت رسول و فرهنگسرای بهمن و میداد امام جعفر صادق. اما گروه رو دعوت بکنیم، گروه اساتید از کردستان با افتخار. سلام عرض می کنم مردم خوب همه ایران و مردم خوب تهران، سلام مردم کرد از پای کوه زیبا سربلند آبیدر سرافراز، بر همه شما عزیزان دفنواز، جویی های خروشانی که از سرچشمه دف کردستان سرچشمه دارد. من به عنوان یک خدمتگزار خیلی کوچک ساز عرفانی دف امروز بر این استیج چیزی رو از دف دیدم که تداخل سنت با مدرنیته بود و این ناگزیر است. نباید این تداخل سنت با مدرنیته را به تقابل سنت با مدرنیته بدل کنیم. هنر یک جوی است، راه خودش را می رود. این ما هستیم که کانالش را حفر می کنیم که به کجا برود. دوستان خوب من، دف نوازان بزرگ پنج طلای ایران، مواظب اصالت های خوب دف کردستان باشید. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم جز یاد خدا، هیچ دیگر کار نداریم. این نغمات رسالت ما هستند، نغماتی که سواد و علمی نداشتند، فقط از قلب می جوشیدند و عشق عرضه می کردند. برای همین است که دف جزو سازهای بسیار پرطرفدار ایران گشته است. من بر دست همه شما و دف نوازان ایران در تمام ملیت ها و اقوام بوسه می زنم. خداوند همه شما را نگه دارد. آن کس که خدا
چه حسن است این که چون برقع براندازد. آی 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 آی
سیدنا محمد برا اصلا یخت کردستان جوانم گل جیرو نترسو کرج ایمان لگوی تر نبر یخوا دنگی سروات لبو پیغمبرو و آن و یاران لگوید هر نبر یخوا دنگی سروات لبو Come on,